سلام و عصر شما بخیر. به زربنا خوش آمدید. در مورد روابط آینده اقتصادی و تجاری افغانستان با ازبکستان صحبت میکنیم با مهمانان بحث آقای سمی الله صالح استاد پانتون که در استودیو با ما حضور دارد و آقای شاکر یعقوبی کارشناس اقتصادی از کابل تا لحظات دیگر با ما روی خط اسکایپ وصل خواهد شدند. بحث را با آقای صالح آغاز میکنیم. صالح صاحب سلام، خوش آمدید به زربنا. اخیرا تلاش ها به خاطر کاهش فقر در افغانستان و رابط نیک اقتصادی با کشورهای همسایه آغاز شده و اخیرا سرپرست وزیر وزارت تجارت رفته به ازبکستان. این سفر آیا پردستاورد خواهد بود در حوزه اقتصادی؟ آره. بسم الله الرحمن الرحیم. سخیزاده سیب سلام به شما، سلام به بینندگان محترمتان. روابط اقتصادی با کشورهای همسایه خاصتا ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، پاکستان در مجموع حیاتی هست برای افغانستان. ما یک کشور مهاد در خشکه هستیم و لازمی و حتمی هست که با کشورهای همسایه روابط خوبی داشته باشیم. این روابط ما باید مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک استوار باشه. هر افغانستان و کشورهای همسایه هر دو منافع مشترک خود را دنبال خواهد کردند. روابط ما با ازبکستان در حکومت گذشته 4 موافقتنامه مهم تجارتی و ترانزیتی بین افغانستان و ازبکستان صورت گرفته بود. موافقتنامه سه‌جانبه ترانزیتی میان افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرارداد تشویق و حمایه سرمایه گذاری و سرمایه گذاران هر دو کشور، موافقتنامه حمل و نقل جاده بین افغانستان از راه افغانستان و وصل آسیای جنوبی به آسیای مرکزی و همچنان آسیای جنوبی و موافقتنامه تجارت های ترجیحی. این موافقتنامه هایی بود که در حکومت گذشته صورت گرفته بود در حضور داشت رئیس جمهور و وزرای وزیر خارجه وقت افغانستان. امیدوار هستم که وزیر صاحبی که به ازبکستان سفر کرده حتما موقعیت افغانستان را دانسته و با کشورهای آسیای میانه خواستن ازبکستان رابطه خوب تجارتی را. اتفاقا میخواستم در همین مورد صحبت بکنم و سوال از شما داشته باشم. شما گفتین که در حکومت گذشته 4 تفاهمنامه بین افغانستان و ازبکستان به امضا رسیده بود و شما تشریح کردین. حالا با توجه به اینکه افغانستان بعد از آمدن امارات اسلامی شاهد یک تحول بسیار بزرگ بود، آیا آجندا دوباره احیا کردن یا دوباره تطبیق کردن همین تفاهم‌نامه ها بوده میتونه یا موارد دیگر هم است که امارات اسلامی را زیر ضربین برده؟ چالش ها و مشکلات که فرارای تفاهم‌نامه ها قبلا وجود داشت ما گفته میتونیم که صعب العبور بودن راه افغانستان با آسیای میانه و به میشکل آسیای جنوبی و مشکل دیگه و مشکلی که وجود داشت او ناامنی راه بود که امنیت را باید تأمین میشد. ان شاء الله فلحال که در افغانستان امارات اسلامی آمده ما میبینیم که به صورت نسبی امنیت تأمین است و امیدوار هستیم که به زودی ارتباطات خوبی بین کشورهای همسایه صورت بگیره، خاصتا ازبکستان، ترکمنستان. شما واقف هستین که ازبکستان در حالت وضعیت اقتصادی خوبی قرار نداشت. روابط اقتصادی بین افغانستان و ازبکستان از سال 1391 آغاز شده و این در 3 مرحله شما میشه که اینا را جستجو بکنین. از سال 1991 میلادی را 2001 که از 2001 گرفته بالاخره تا سال 2016 که در این وهله ازبکستان اطمینان خوبی نداشت از ایجاد روابط خوبی اقتصادی بین افغانستان و ازبکستان و فلحال که از سال 2021 به بعد آمدن امارات اسلامی هست افغانستان انشاءالله امنیت تأمین است. امیدوار هستم که حکومت فعلی توجه اساسی خود را جهت کاهش فقر و رونق تجارت ما با کشورهای همسایه داشته باشیم. هر کشور نفع اقتصادی خود را میبینه. تاجیکستان در سال ازبکستان در سالهای اخیر موافقتنامه های بسیار زیادی را با کشورها انجام داده، خاصتا افغانستان از لحاظ تجارتی برای ازبکستان یک اهمیت حیاتی را داره. چی افغانستان است چی ازبکستان، تجارت و بین دو کشور به نفع دو کشور است، هم افغانستان هم ازبکستان. در سوال اگر با توجه به همین شرایط آخه سالی من حرف شما رو قطع کردم، پوزش می‌خوام، ولی با توجه به همین شرایطی که ما در افغانستان شاهدش هستیم، فقر با گذشت هر روز گسترش پیدا می‌کنه، نگرانی مردم بیشتر میشه. با توجه به همین شرایط سفر سرپرست وزارت تجارت چه چیزی را برای ما میاره؟ باید ما روابط داشته باشیم. قبلا در مقدمه برتان گفتم که این روابط باید بر احترام متقابل و منافع مشترک استوار باشه. ما جهان مثل یک دهکده هست، با هم دیگه ما وصل هستیم، نمیشه که ما روابط خوبی با کشورهای دیگه نداشته باشیم. امیدوار هستم که سفر وزیر صاحب به ازبکستان پردستاورد باشه.
و نتایج خوبی رو به بار بیاره برای اقتصاد افغانستان. ولی من مشخص پرسیدم آقای سالی، چون فعلا وضعیت اقتصادی ما خوب نیست، شما گفتین که بحث روابط تجاری با ازبکستان حیاتی است، آیا همین روابط بهتر شود؟ چون در گذشته هم بهتر بوده، ما چالش هایی که با پاکستان و با کشورهای دیگر داشتیم با ازبکستان نداشتیم. باید. همین روابط اگر ماندگار شود، آیا میتونه تأثیرات مستقیم بالا اقتصاد افغانستان داشته باشه؟ بالکل. افغانستان یک کشور وارداتی، شما میدانین ما اقتصاد مصرفی داریم. اقتصاد مصرفی معنی از اینکه از لحاظ تولیدات داخلی ما خوب نیستیم. ما نه آرد از خود داریم، نه برنج از خود داریم، و پیمانه این است که به تمام کشور ما بسنده باشه. ازبکستان مشکل ما را در از دست ما را باز گذاشت، چون ما قبلا تنها راه تجارتی را که داشتیم با پاکستان بود و از طریق پاکستان با جهان وصل میشدیم. اما فعلا حال که ما تجارت با ازبکستان و کشورهای آسیای میانه داریم، یک دست ما را خیلی زیاد باز گذاشتم، ان شاءالله که در کاهش فقر زیاد کوشش خواهد کرد و باعث از این خواهد شد که ما بتونیم که روابط خود را هرچی بیشتر با ازبکستان صمیمانه تر بسازیم و در کاهش فقر کمک کنیم. چون ما تقریبا میزان تجارت بین دو کشور به 420 میلیون دلار میرسند فعلا در سال 1401، و در سال 2019 615 میلیون دلار بود میزان تجارت بین دو کشور. و اقلام وارداتی که از پاکستان، از ازبکستان وارد افغانستان میشه، عموما در بخش انرژی هست، مواد نفتی هست، مواد ساختمانی، مواد اولیه و خوراکی است. شما میدونید که جنگ بین روسیه و اوکراین اثرات بسیار بدی را بالای مواد خوراکی گذاشته، و اگر ما تنها یک بدیل می داشتیم و پاکستان می بود، فعلا قیمت مواد خوراکه دو چند و سه چند می بود. ولی امیدوار هستم که این موضوع به زودترین فرصت حل شود و بالاخره ما روابط خوبی را با ازبکستان داشته باشیم. ولی پیش از اینکه سرپرست وزیر وزارت تجارت سفر بکنه به ازبکستان، آقای صالح، یک هیئتی از ازبکستان آمده بودن با مقام ها دیدن، آیا ازبکستان فکر میکنه که افغانستان یک مارکت خوب برای تولیدات ازبکستانی است؟ بسیار سوال بجای کردین سخی زاده است. تمام کشورهای پیشرفته جهان در حال ازی هست که کشورهای جهان سوم را عقب مانده نگاه بکنند. ولی ازبکستان یک همسایه بسیار خوب است، روابط بسیار خوبی با افغانستان داره، با ما منافع مشترک داریم. فعلا افغانستان به ازبکستان ضرورت داره، به می شکل ازبکستان به افغانستان ضرورت داره. افغانستان یک مارکت خوب برای 62 نوع مختلف از اقلام وارداتی ازبکستان هست. تقریبا 82 نوع مختلف از مواد صنعتی ازبکستان وارد افغانستان میشن، و شما میدانید که ازبکستان برای ایجاد روابط خوب یک زون مشترک را در منطقه سرخان ازبکستان ایجاد کرده با افغانستان، و این همیشه در صدد ازی هستن که سرمایه‌گذارهای داخلی و سرمایه‌گذارهای خود را تشویق بکنن. شما میدانید که اونها برای تجار افغانستان ویزه یک ماهه را فری کردن بدون ازی که ویزه داشته باشن، میشه که اونها در ازبکستان برن و در ازبکستان تجارت بکنن و سرمایه گذاری بکنن. به می شکل شما اطلاع دارین که یک شرکت به نام ارتل هست، شرکت الکترونیکی هست، در حکومت قبلی در افغانستان فعالیت داشت. فعلا نمیدونم که به چه اندازه فعالیت هایشان در افغانستان جریان داره، ولی اونها مواد الکترونیکی را دیگر تولید میکردن از قبیل ایر کندیشن، تلویزیون و مواد برقی دیگه. فعلا هم فعال هست و امیدوار هستم که منافع مشترک هر دو کشور حفظ شود، هم ازبکستان به افغانستان ضرورت داره و هم افغانستان به ازبکستان. تشکر، ممنون است آقای سالی. آقای یعقوبی هم روی خط با ما وصل هستن، خوش آمدید. میگم آقای یعقوبی خوش آمدید. در رابطه به همین سفر بیام سوالی هم داشته باشیم از شما. روز گذشته اگر اشتباه نکنم یک هیئت از مقام های مناطسامی به رهبری سرپرست وزارت تجارت اینو رفتن به ازبکستان، و پیش از اینکه اینا برن ما اسوال را از آقای صالح هم داشتم، اینا آمده بودن در کابل، یک هیئت از ازبکستان دعوت شدن. تحلیل شما چی است از این رفت آمدها و از این دیدارها، از این سفرهای تجاری؟ با سلام بر شما، همکار تحلیلیتون بیندای عزیز و میمان گرامی شریک در بس. درود. طبیعی است که رفت آمدهای مقامات سکتوری کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان به افغانستان و امیرکم از افغانستان به ازبکستان بیانگر ایجاد روابط و گسترش و یا توسعه روابط در بخش های مختلف میتونه باشه. مطمئنا در وضعیتی که افغانستان قرار داره نیازمند گسترش و حمایت تجارت و سرمایه گذاری است، و هر نوع سفری که از سوی مقامات ازبکستانی و از سوی مقامات افغانستانی به ازبکستان صورت میگیره، مطمئنا که میتونه در زمینه تجارت و ترانزیت، گسترش روابط اقتصادی،
تعهد و اجاره موافقتنامه های تجارتی و ترانزیتی و صحبت روی روابط بانکی، همین رقم صحبت روی گمرک‌ها و در مورد کارگو سنترها و در کل مناسبات و توسعه اقتصادی و گسترش این روابط از اهداف مهم این سفرها بوده میتونه که در همچه موقعیت در همچه شرایط اقتصادی افغانستان بیشتر از هر کشور و بیشتر از ازبکستان نیازمند به همچه روابط اقتصادی است. مطمئنن که روابط باید در چارچوب یک سلسله قوانین تعریف شود و قوانینی که در جهان امروز حاصل است بر مبنای تجارت، بر مبنای سرمایه گذاری، بر مبنای روابط اقتصادی، باید همه روابطی که میان کشورها تامین بشه تعریف شده باشه و در یک چارچوب قانونمند و روشمند باید اجرا شود. مطمئنن که مقامات حکومت امارت اسلامی هم که اخیرا به ازبکستان سفر کردن پابند به این مسائل باقی میمانند و در گسترش روابط نقش بیشتر خواهد بازی کردن و صحبت ها طوری مطرح شده که بیشتر توجهشان روی روابط تجارتی و اقتصادی خواهد باشه و مسائل مختلفی که در زمین اقتصاد، در زمین تجارت، در زمین سرمایه‌گذاری میان این دو کشور مطرح است از مسائل مورد بحث دو طرف خواهد. درست. ولی با توجه به اینکه اینا هیئت میفرستن، با معذرت آقای یعقوبی، اینا هیئت میفرستن به ازبکستان و همچنان هیئت ازبکستان میان در کابل. حالا ما دیدیم که چنین سفری در پاکستان و ایران صورت نگرفته. دو کشور که همیشه ما در حوزه تجارت با اونا مشکل داشتیم در کنار مسائل دیگر. حالا ما میخوایم بپرسم که امارات اسلامی به دنبال بدیل خوب است؟ در این شکی نیست که امارات اسلامی میخواد روابط خود را وسیع و گسترده بسازد. بله. تنها روابط خود را در گرو چند تا کشور منطقه‌ای قرار نده. از انحصار ترانسپورتی، از انحصار اقتصادی و معاصره تجارتی میخواد بیرون کنه خود. در این شکی نیست که هر کشور در یک از پالیسی‌های مهم اقتصادی شمین است که باید در انحصار اقتصادی بسر نبرد. در این شکی نیست که افغانستان در کنار از این که باید روابط خود را با کشورها گسترش بده، باید روابط خود را با کشورهای دیگه که از این قبل رابطه داشته باید تامین نگه بداره، یعنی رابطه خود را حفظ بکنه. رابطه گرفتن با کشور جدید یا کشور تازه هم گفته نمیتونیم، به معنای این نیست که ما به روابط اقتصادی دیگری خود پشت پا بزنیم. در موقعیتی که افغانستان قرار داره، با توجه به جغرافیای اقتصادی یا ژئواکنومیک و ژئوپلیتیک افغانستان، سایر کشورهای منطقه به موقعیت افغانستان نیاز دارن، همین رقم افغانستان به کشورها نیاز داره. ولی روگشتاندن از یک کشور به کشور دیگر از لحاظ اقتصادی جایگاه بیشتر نداره و معنای مفهوم بیشتر افاده نمیکنه. از هر لحاظ اقتصاد منطقه و اقتصاد کشورهای همسایه با هم گره میخورن. البته رفت آمد مقامات امارت اسلامی به ازبکستان و تامین رابطه که در هر چارچوب باشه با ازبکستان به معنای برهم زدن رابطه با سایر کشورها نخواهد باشه، چون بعضی نیازمندیهایی که افغانستان داره نمیتونه از یک کشور رفت بکنه. بله. چون بازارهای مختلف وجود داره و مارکت‌های مختلف وجود داره و هر بازار تولیدات و خدمات مختلف خود را داره. همینقدر کشورها تولیدات مختلف خود را دارن و فضای مناسب و مارکت‌های خوب مواد مخصوص خود هستند. به همین ترتیب تنها یک کشور مخصوصی مثل پاکستان نمیتونه همه نیازهای افغانستان را رفع بکنه و امارات اسلامی نیاز داره که برای رفع نیازمندی‌های خود در تمام بخش‌ها با تمام کشورهای منطقه، با تمام کشورهای همسایه تامین رابطه سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی باید داشته باشه. درست. ولی ما میتونیم بگوییم که از همین روابط چه ازبکستان به دست میاره و چیزی که ما به دست میاریم او چی خواهد بود؟ ببینید، من میخوام در قالب سه تا بحث بسیار مهم پاسخ شما را بدم. یک بحث، سه تا بحث مهم وجود داره. بحث تجارتی میان افغانستان و ازبکستان حاکم است و بحث خطوط آهن و بحث انرژی است. در بحث تجارتی افغانستان با ازبکستان چهار موافقتنامه مهم تجارتی داره. از او یک موافقتنامه سه جانبه میان افغانستان، ازبکستان و قزاقستان است. موافقتنامه دوم در مورد حمایت و تشویق بالمقابل سرمایه‌گذاران کشور ازبکستان و افغانستان است. موافقتنامه سوم موافقتنامه حمل و نقل جاده‌ای و موافقتنامه چهارم هم موافقتنامه تجارت ترجیحی. در زمینه تجارت افغانستان با ازبکستان نیاز داره که در زمینه این توافقنامه‌ای که قبلا امضا شده قبل از حکومت امارت اسلامی باید دوباره تجدید نظر صورت بگیره، چون یک خلای سیاسی در افغانستان به میان آمد، تحولات اخیر سیاسی در افغانستان به میان آمد. مطمئنن که موافقتنامه را هم صدمه زد و جانب ازبکستان طوری که دیده میشه با این موافقتنامه‌ای که قبلا امضا شده پابندیش نسبتا کمتر شده. یکی از اهداف مهم این سفر شاید این باشه که بتونن دوباره پابندی ازبکستان را با چهار موافقتنامه مهم استراتژیک که میان افغانستان و ازبکستان در قبل امضا شده دوباره تعهد از اونها نسبت به این موافقتنامه جدی بسازه و در این زمینه همکاری خود ادامه بدن. موافقتنامه تجارتی، چهار موافقتنامه که من اشاره داشتم، در بحث دیگه بحث خطوط آهن است. شما میفهمید که ازبکستان در افغانستان تعهد احداث دو پروژه مهم خط آهن را داره. یک پروژه خط آهن که افغانستان به از مزار به کابل بالاخره به پشاور وصل میشه و
و پروژه دوم هم پروژه است که از مزار به هرات به چابهار بالاخره به قندار وصل میشه. این دو پروژه مهم خط آهن است که با وضعیت و تحولات اخیری که در افغانستان آمد این پروژه ها به سکته مواجه شد و نتونستن و فضای تطبیق از او هموار نبود و مشکلات تکنیکی در زمینه تطبیق این دو پروژه مهم پیش آمد. دومین هدف این سفر همین شاد باشه که بتونه در زمینه دوباره سر کار گرفتن کار عملی پروژه های خط آهن که از جانب ازبکستان در زمینه تطبیق آن تعهد سپرده شده باید روی دست گرفته شه. بحث سوم هم بحث انرژی است. شما میفهمید که در سال میان در میان سالهای 2019 تا سال 2020 تنها هزینه یا قراردادی که میان افغانستان و ازبکستان در زمینه تامین انرژی امضا شده به ارزش 108 میلیون دلار بود. همین‌رقم پروژه ما قرارداد 10 ساله با ازبکستان در زمینه تامین انرژی به افغانستان داریم و افغانستان مکلف است که برق یا انرژی مازاد ازبکستان و کشورهای جنوب آسیا روان بکنه. در پرویه از یک پروژه مهم دیگر در زمینه انرژی از سرخاندریا از شهر ترمز ازبکستان به تا شهر پلخمری ولایت بغلان است که برداشت 500 کیلووات برق است که امکانن که یه میتونه در نزدیک به چند میلیون دلار که مقدار خیلی انگفت است که از سوی ازبکستان تعهد شده و در زمینه تطبیق از این گام‌های عملی برداشته شود. سه تا بخش مهمی که من اشاره داشتم در زمینه تجارت 4 موافقتنامه مهم تجاری قبلا وجود داشت. دو پروژه بزرگ خط آهنی که ازبکستان با افغانستان در موردش گفتگوها جریان داشت و قرار بود کار تخنیکیش قبل از سقوط حکومت امارت اسلامی آغاز شود و دو پروژه تامین انرژی به افغانستان و فروش برق مازاد انرژی مازاد ازبکستان به کشورهای جنوب آسیا و تامین برق پروژه 500 کیلووات از ازبکستان به شهر پلخمری مسائل مهم اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان است که با وضعیت که نابسامان اقتصادی در افغانستان حاکم شد نسبتاً سکتگی‌های بیشتر و چالش‌های جدی در زمینه این موارد پیش آمد. امیدواری برای این میره که با این سفر این مشکلات رفع شد. ممنون هستم آقای یعقوبی، تشکر. وقفه. باید ما باز هم خوش آمدید. آقای صالح، چون اگر بحث افغانستان را ما مطرح بکنیم، باوجه بحث اقتصادی افغانستان را بارها ما نام پاکستان و ایران را شنیدیم که انحصار کرده و افغانستان را وابسته خودشان کرده. از همین روابط که حالا آقای یعقوبی اشاره کرد، چهار تا فهمنامه را بسیار تشریح کردن، شما هم چنان این موارد را بسیار برجسته روش صحبت کردین، کیها سود میبره و کیها ضرر میبینه؟ ازبکستان افغانستان را مثل یک راه ترانزیتی بر خود میبینه و شما قبلا پرسیدین از مهمان گرامیتان که چی نفره میبره ازبکستان. ازبکستان افغانستان را مثل یک راه وصل برای پاکستان و بنگلادش و آسیای میانه. آسیای میانه را با آسیای جنوبی در حقیقت یا میخواین وصل کنن از راه افغانستان. به این شکل میخوایم از افغانستان به ایران و غیره جاها وصل شوند. افغانستان از این راه سود خواهد برد. از کالاهایی که از افغانستان به کشورهای دیگه صادر میشه از راه ابریشم خلاصه برتان بگویم که افغانستان سودمند میشه. سالانه زیاد پول وارد بودجه افغانستان خواهد شد. و از طرف دیگه انرژی موضوعی است که فعلا در ازبکستان زیاد مطرح بحث است. نه تنها اونها انرژی را به افغانستان صادر خواهد کرد بلکه به پاکستان و کشورهای دیگه که اشد ضرورت به انرژی دارن به اونها خواهد فرستاد از راه افغانستان. بینان از افغانستان از این لحاظ مستفید خواهد شد. طوری که قبلا براتون گفتم که هر قدری که روابط بین ما و ازبکستان نزدیکتر شود به همون اندازه به نفع هر دو کشور است، هم افغانستان هم ازبکستان. ولی اگر مسئله پاکستان را ما مطرح بکنیم، اخیرا بانک انکشافی فکر مگر اشتباه نکنم اونا گفتن که روابط تجاری با افغانستان بین افغانستان و پاکستان تقریبا به صفر رسیده. آیا همین رابط ها برای کشورهای متخاصم، برای کشورهایی که به نحوی میخوان افغانستان را کنترل بکنن یا وابسته خودشان بکنن قابل قبول خواهد بود؟ اشاره کردم قبلا کشورهای پیشرفته در صدد از این هستند کشورهای جهان سوم را همیشه عقب مانده نگاه بکنند، به خاطر که یک مارکت سیاه است برای از اونها. ان شاء الله در افغانستان پروژه های خوبی در جریان هست. بله، اگر پروژه قشتیپه به خوبی به پیش بره کارهایش، کانال قشتیپه ما از لحاظ اقتصادی دیگه وابستگی نخواد داشتیم، بلکه ما به کشور صادراتی بدل خواد شدیم، به کشورهای همسایه و کشورهای دیگه ما ان شاء الله صادرات خواد داشتیم. اما این ضرورت به کار داره، ضرورت به داره که کار صورت بگیره، افراد متخصص به کار گماشته شوه و بالاخره اونها کار بکنن.
کار به اهل کار بسپارن و امیدوار هستیم انشاءالله خداوند مهربان است که افغانستان به کشور صادراتی تبدیل شود. شما فکر میکنین که ازبکستان و پاکستان و دیگر کشورها اونها همیشه در جوانهایش در صدد ازی است که افغانستان را عقب مانده نگاه بکنند؟ چرا جوان ما امروز در افغانستان اینمی ایدیای را نداشته باشه که بالاخره وطنشان را انکشاف بده، اتحاد اتفاق خود را حفظ بکنند، تحصیلات خود را عالی بکنند، متخصص شوند و عمل بالمصر را با کشورهای دیگه انجام بده؟ گفته میتونیم این سوال همیشه در ذهنم خلق میشه. سخیزاده سیب معظم، کشورهای همسایه جوانهایش به اندازه فعال هستند که میتونن که جوانهای ما را زیر یوغ خود ببرن. چرا یک جوان افغانستان قابلیت توان یزیر ندارن که عمل بالمصر را انجام بده؟ چون این ظرفیت را ما باید در بین خود ایجاد بکنیم. ممنون است. میام روش صحبت بکنم. میکنم. آقای یعقوبی، حالا من همین سوال را میخوام از شما داشته باشم. با توجه به اینکه حالا با گذشت هر روز رابطه تجاری با همسایه نزدیک افغانستان و ازبکستان داره بهتر میشه، بهبود مییابه. ولی آن طرف پاکستان با گذشت هر روز یک چالش جدید ایجاد میکنه در برابر افغانستان. حالا با همین کشورهای متخاصمه که به نحوی ضربه زده اقتصاد افغانستان، اگر بحث تربوز و میدان وردک بوده زمانی که به مرز پاکستان رسیده فاسد شده، اگر بحث انار قندهار بوده همچنان، سیب میدان وردک بوده همچنان، حالا با توجه به این پیشرفت ها در حوزه اقتصاد به کشورهای متخاصمه که یک نوع سیاست درو یک سکر به افغانستان بازی میکنه چی باید کرد؟ ببینید خیلی سوال با قوت مطرح کردید. در مورد از اینکه پیشتر هم اشاره داشتید که چرا امروز سفرهای رهبرها یا مقامات کشورهای آسیای میانه به افغانستان بیشتر شده، یکی از مهمترین الترناتیو یا بدیلی که میتونه یک اشرار باشه به سایر کشورهایی که از لحاظ خصومت‌های اقتصادی به افغانستان پیش میان، که در پس اون خصومت‌ها چی مسائل نهفته است بحث جدای دیگری است، ولی تنها راهی که میتونیم در مقابل اینا پیش بگیریم دریافت بدیل های اوناست. ما باید دنبال بدیل کشور مثل پاکستان باشیم اگر از راه مخاصمت سیاسی و اقتصادی به افغانستان پیش می آید. باید ما به دنبال ایجاد بدیل باشیم و از سوی هم فضای رقابتی را میان سایر کشورها در افغانستان ایجاد بکنیم تا باشه اون کشورها هم به خود بیان که اگر ما با در روابط اقتصادی و سیاسی خود با افغانستان نسبتا کوتاه می آییم یا اهداف سوی خود را در افغانستان دنبال می کنیم، افغانستان هم فعلا امروز از یک پالیسی و استراتژی برخوردار است، میتونه جای ما را با یک کشور دیگر عوض بکنه و در سیاست خود تغییر بیاره و میتونه استقلالیت اقتصادی یا خود اتکایی اقتصادی را داشته باشه و از انحصار و وابستگی کشور ما بتونه خود را رها بکنه. این ظرفیت ما در افغانستان ایجاد شده با اتخاذ یک سلسله سیاست های مدبرانه اقتصادی، با اتخاذ یک سلسله سیاست های جامعه که همه کشورهای همسایه و همه کشورهای منطقه در اون سیاست ها جای مناسب و جای لازم و برابر با شرایط و ظرفیت های خودشان نباید داشته باشند و در افغانستان ایجاد شود. در صورتی که اقتصاد افغانستان همچنان اقتصاد وابسته و اقتصاد محاصره شده و اقتصادی که در بند چند تا کشوری که ابلاز جغرافیایی در افغانستان را محاصره کردن قرار داشته باشند، مطمئنن که حتی سیاست اقتصادی افغانستان صدمه می‌بینند. نیازمند از ایستیم که سکتور اقتصادی افغانستان و مدیرانی که در زمینه اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تجارت افغانستان در حکومت امام‌خمینی وجود دارند روی برنامه سنجی، روی اتخاذ تدابیر و سیاست‌های درست سنجیده شده که بتواند طرف قبول و کنت همه کشورهای همسایه و منطقه باشن کار بکنن تا یک سیاست عادلانه، سیاست مناسب و سیاست برابر که در او منافع افغانستان به گونه‌ای لازم است تأمین شده باشه و منافع افغانستان از انحصار اقتصادی بیرون کرده باشه و فضای اقتصاد افغانستان، فضای تجارت و فضای سرمایه گذاری از حالت وابستگی، از حالت انحصاری باید بیرون کرده باشه، باید روی مثلا به جدیت کامل صحبت‌های در درون حکومت باید صورت بگیره و با طرف‌های حکومت ها هم نیز شریک ساخته شود. در صورتی که همچنان ما در انحصار اقتصادی به سر ببریم، همچنان مارکت ما پاکستانیزه باشه، همچنان سیاست اقتصادی ما زیر تاثیر سیاست کشور مثل پاکستان باشه، مطمئناً فضا به سایر کشورها تنگ میشه و امیدواری برای وارد شدن در فضای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از جانب سایر کشورها نیز کمتر میشه و امیدواری پایین میاد. مطمئناً ما نیاز به سیاست‌های جدی اقتصادی در زمینه کنترل همچون فضا داریم. درست. ولی یک مسئله دیگر هم میخوایم از شما بپرسم آقای یعقوبی. بعد از ازبکستان کدام کشور دیگر باید به خاطر رابط تجاری با افغانستان انتخاب شود و روش کار صورت بگیره؟ ببینید در اقتصاد یک اصل است که ما نمیتونیم هیچ کشوری را دشمن اقتصاد افغانستان بپنداریم و هیچ کشوری هم نمیتونیم که دوست بپنداریم، چون دوستی و دشمنی بر اساس منافع است. فعلا منافع در
یعنی رابطه های اقتصادی، رابطه سیاسی، رابطه تجاری بر محور منافع دو طرف صورت میگیره. با هر کشوری که منافع افغانستان به او تامین شود، نیاز به این داریم که ما تامین رابطه رو کنیم. با هر کشوری که بتونه در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد افغانستان برای افغانستان مفید و موثر باشه، افغانستان نیاز داره که با او تامین رابطه منصفانه و عادلانه برابر با شرایط و وضعیت کشورهای منطقه باید داشته باشه. اگر ما بگم که ما با یک چند کشور پشت پا بزنیم و قراری خود را طرف سای چند کشور دیگه بکنیم، از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ سیاسی ایجاب میکنه، چون افغانستان در یک موقعیت درست است که ما یک موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوکنومیک و در پهلوی ژئوستراتژیک داریم، ولی سوء استفاده از این موقعیت من فکر نکنم که به اقتصاد افغانستان مناسب باشه و سیاست افغانستان مناسب باشه. ولی ما باید بیشتر روی تمرکز داشته باشیم، بیشتر روی از این باید مکس بکنیم که ما با همه کشورها، با همه جهاتی که بتونن نیازمندی افغانستان رفع کرده بتونن، باید یک رابطه معقول و تعریف شده اقتصادی و تجارتی داشته باشیم. محدود ساختن رابطه افغانستان با تنها با چند کشور محدود در واقع محدود ساختن اقتصاد افغانستان، محدود ساختن تجارت افغانستان. اگر ما میخوایم یک اقتصاد فراگیر و یک تجارت فراگیر داشته باشیم، باید روابط خود را نیز فراگیر مطرح کنیم. ممنون است. ممنون آقای یعقوبی. آقای سالم، سه کار مهمه که شما انتظار دارین امارات اسلامی باید انجام بده در حوزه اقتصادی، و سه کار مهم کدام هاست؟ به نظرم تبدیل اقتصاد مصرفی به اقتصاد تولیدی بله. یک موضوع بسیار مهم و حیاتی است. با وجود از اینکه میگیم که اقتصاد بازار آزاد فی الحال جهان به دهکده تبدیل شده، بله. یکی از روابط همین افغانستان با ازبکستان، پاکستان که بسیار حیاتی است. طوری که یعقوبی معظم اشاره کرده موضوع، ما نمیتونیم که در اقتصاد منافع مشترک مطرح بحث هست. با کشورها، با همه کشورها ما میخوایم روابط دوستانه صمیمانه داشته باشیم بخ. با احترام متقابل بین دو کشورها، منافع، حفظ منافع مشترک بخ. یک کاری که امارات اسلامی بکنه این هست که اقتصاد مصرفی رو به اقتصاد تولیدی تبدیل بکنه. ما در 20 سالی که گذشت دقیقا باید متوجه موضوع می بودیم، تولیدات از خود باید می داشتیم حداقل. ما امروز باید قادر به این می بودیم که گندم از خود ما می بود، برنج از خود ما می بود، حداقل مواد اولیه را خود افغانستان باید می داشت. یک موضوع. موضوع دومی هست که اتحاد اتفاق بین افغان ها حفظ شود. و موضوع سومی که ما فکر می کنیم که باید ذره به او توجه اساسی صورت بگیری است که با موضوعات آموزشی توجه جدی صورت بگیره، کادرهای متخصص باید ما داشته باشیم، اونها بالاخره به کار گماشته شوی. موضوعات است که اگر رعایت شوی انشاءالله وطن بسیار درست. ولی با توجه به همین وضعیت، واقعیت هایی که ما میبینیم، همین سه مورد قابل اجرا خواهد بود از طرف امارات شما؟ ناامید نمی باشیم، ناامید شیطان هست. ولی میتونین از قرائن امنیت تامین هست انشاءالله. بعضی از پروژه ها روی دست گرفته شده، امیدوار هستیم که به زودی و پروژه ها درست مدیریت شود و بالاخره ما یک اقتصاد تولیدی. سپاسگزار آقای سمیلا صالح، استاد پانتون، و آقای شاکر یعقوبی، کارشناس اقتصادی. ممنون هستم از حضور هر دو مهمان و سپاسگزار که بیننده زیربنا بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.